شیطان کیست و کجا زندگی می کند؟ شیطان کیست و کجا زندگی می کند؟ آیا می توان محل زندگی شیطان را پیدا کرده و آن را نابود ساخت؟ شیطان دشمن ابدی انسان و کسی که به عزت خداوند قسم یاد کرده است که همه انسانها را جز یک گروه خاص از راه بدر کند، سوالات بسیاری را در ذهن ما ایجاد کرده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. شیطان چیست و جایگاه شیطان کجاست؟ حتماً برای شما همین سوال پیش آمده است که شیطان کیست و محل زندگی شیطان کجاست؟ شیطان دشمن ابدی انسان و کسی که به عزت خداوند قسم یاد کرده است که همه انسانها را جز یک گروه خاص از راه بدر کند، سوالات بسیاری را در ذهن ما ایجاد کرده است. شیطان همان کسی است که به عزت خداوند قسم یاد کرده است که همه انسانها را جز یک گروه خاص به نام مخلصین از راه بدر کند و از بین ببرد. سوره حجر آیه 40. شیطان کیست و چیست؟ در ادامه با تکیه بر آیات قرآن به آنچه که در تعریف و تشبیه از شیطان آمده است می‌پردازیم. کسی که قرآن کریم او را به عنوان دشمن آشکار معرفی کرده است. آیا پیمان نبستیم با شما ای فرزندان آدم که عبادت نکنید شیطان را که او برای شما دشمنی آشکار است و اینکه مرا عبادت کنید این راه مستقیم است. کسی که تکبر و غرورش مانع شد تا بعد از 300 و چند هزار سال عبادت عاقبت به خیر نشود و از درگاه خداوند خارج شود. از این جایگاه فرود آی، تو نمی توانی در آن جایگاه تکبر کنی، پس بیرون شو که قطعا تو از خار شدگانی. سوره اعراف آیه 13. کسی که کارش فریب و وسوسه گری است، پس شیطان به او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا تو را هدایت نکنم با درخت ابدیت و قدرتی که کهنه نشود؟ سوره طه آیه 120. بگو پناه میبرم به پروردگار و صاحب اختیار آدمیان از شر وسوسه شیطان که وسوسه می کند در دل انسان. سوره ناس. شیطان کجا زندگی می کند؟ اگر بخواهیم بدانیم که محل زندگی شیطان کجاست، بهتر است کمی در روایات و آیات تأمل کنیم. در روایات آمده است که فرشتگان در میان افرادی که خدا را یاد می کنند حاضر شده و ابلیس هم از یاران خود یکی را برای برهم زدن جمع آنها می فرستد. همچنین شیاطین در جمع منکران حق حاضر می شوند، چنانچه ابلیس در دارالاندوه در جمع مشرکین حاضر شد و نقشه قتل پیامبر را کشید. سخنان امام علی علیه السلام در مورد شیطان. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در خطبه 7 نهج البلاغه می‌فرمایند: شیطان در درون سینه‌های پیروان خود تخم گذاری کرد، سپس آنها را مبدل به جوجه نمود. در این تشبیه جالب امام علی علیه السلام سینه‌های شیطان صفتان را آشیانه ابلیس معرفی کرده و به دنبال آن می‌افزاید: این جوجه‌های شیطان
از درون سینه های آنها خارج شده در دامانشان حرکت کرد و پرورش یافت. همچنین امام علی علیه السلام در غرر الحکم درباره شیطان می‌فرمایند: از آن دشمنی بپرهیزید که در سینه‌ها مخفیانه نفوذ می‌کند و در گوش‌ها آهسته فوت می‌کند. با توجه به این سخنان زیبا می‌توان گفت بهترین جا برای زندگی شیطان در واقع دل انسان هست. پس دقت کنیم قلب و دل خود را با سرپیچی از دستورات خداوند خانه شیطان قرار ندهیم. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.